یکی از عوامل فساد در روایات بیکاری. بیکاری یعنی اجازه بدی زمان همینجوری بی خود بگذره، اجازه بدی زمان همینجوری بی خود بگذره. پدر مادرهای محترم، خواهش میکنم جوونتون، جوون دبیرستانیتون، مادرها، پدرها، اجازه ندید بیکار بمونن. حتما کار بخواد بکنه، لازم نیست حقوق بگیره. بیکاری فاسد میکنه انسان رو. کسی که کار نکنه نابود میشه. میگه بچه‌مو کار نیست، کار نیست، کار مفتکی ریخته همه جا. وقت چرا میذاری از دست بره؟ فعالیت نمیکنه. بیکاری معنی نداره. هیچ چیزی در دوران دبیرستان عین بیکاری عامل فساد نیست. دخترها تو دبیرستان بیکارن، پسرها دوران دبیرستان بیکارن. یه مقدار زمان کمی رو میذارن برای درس، بقیش بیکار. بهشون میگن دانش آموزید شما. انسان کامل 14 سال 15 سالش رد شده دیگه، هیکلش بعض از کارها رو قوی تر از بابا و مامانش میتونه انجام بده، ولی اسمشو گذاشتن دبیرستانی، گفتن تو بیکار باش. خب این بنده خدا امام صادق علیه السلام فرمود بیکاری جوان قطعا او را به گناه میکشاند. بعد میگه که چرا گناه اینقدر تو جامعه فراوانه؟ یه فکری برای نظام آموزش پرورش بکنیم که بیکاری رو رسمیت ما بهش دادیم. کی گفته باید این سیستم طراحی بشه برای درس خوندن، برای یه نیروی کار فعال؟ اینها فسادهای تعبیه شده است. 100 تا ماهواره بیاد فیلم فاسد پخش بکنه تو جامعه، اونقدر فاسد نمیکنه که همین نظامات اجتماعی که ما طراحی کردیم موجب فساد جامعه میشه. و خیلیش هم ما طراحی نکردیم، از دوران طاغوت مونده. فکر کنیم اسلامی شدن اینی که 4 تا قرآن بخونیم و 4 تا دعای اللهم کل ولی یک بخونیم، و نبا اسلامی شدن یعنی ساختارها رو تغییر بدی. چرا زمان تو عاطل و باطل داری میگذرونی؟ همه باید همیشه فعال باشن، نه برای پول، بلکه زنده بمونی. شما جایی میری ورزش میکنی پول میگیری؟ یه پولی هم میدی به اون ورزشگاه. خیلی وقتا کار ما انجام میدیم، کار مفید، باید یه پولی هم بدیم. برای چی؟ برای اینکه از آدمیت انسان خارج میشه وقتی بیکار باشه. نشستی تو خونه بیکار، زنگ میزن خواهر برادر کاری نداری تو خونتون؟ کابینتتون درش خراب بود اون دفعه اومدم، بذار من بیام الان درستش میکنم. برو درست کن، بیل که به کمرت نخورده که. آدم باید باشه آدم. یه لحظه بیکار نباید بنشینی کسی. مطالعه میتونه بکنه، بنایی میتونه بکنه، نمیدونم چی بکنه. چه فرهنگ زشتیه که ارزشمندترین دارایی ما که فرصتهای ماست میریزیم دور و پولمونو چسبیدیم. چرا زمان تو عاطل و باطل داری میگذرونی؟ همه باید همیشه فعال باشن، نه برای پول، بلکه زنده بمونی.